سروقت سلول های قرمز خون که 99% سلول های خونی رو تشکیل میدن و باعث میشن که خون ما قرمز رنگ بشه. رنگ قرمزشون رو از هموگلوبین گرفتن. این سلول ها وقتی در مغز استخوان تشکیل میشن هسته خودشون رو از دست میدن و داخلشون پر از هموگلوبین میشه. گلبولای قرمز کروی شکل هستن و از دو طرف حالت فرو رفته دارن. کار اصلی گلبولای قرمز انتقال گازهای تنفسیه که به وسیله هموگلوبین انجام میشه. ساختار هموگلوبین از 4 تا زنجیره گلوبین به اضافه 4 تا بخش هم تشکیل شده. در بخش هم اتم آهن وجود داره که میتونه به اکسیژن متصل بشه. متوسط عمر گلبول‌های قرمز 120 روزه. تقریباً 1% از گلبول‌های قرمز به طور روزانه تخریب میشن و باید جایگزین بشن. تخریب سلولای خونی آسیب دیده و مرده در تحال و کبد انجام میشه. آهنی که در این فرایند آزاد میشه یا در کبد ذخیره میشه یا همراه خون به مغز استخوان میره و در ساخت دوباره گلبول‌های قرمز مورد استفاده قرار میگیره. برای ساخته شدن گلبول‌های قرمز در مغز استخوان علاوه بر آهن، فولیک اسید و ویتامین B12 هم لازمه. فولیک اسید یه نوع ویتامین از خانواده B که برای تقسیم طبیعی سلول لازمه. کمبود فولیک اسید باعث میشه سلول‌ها مخصوصا در مغز استخوان تکثیر نشن و تعداد گلبول‌های قرمز کم بشه. سبزیجاتی با برگ سبز تیره، حبوبات، گوشت قرمز و جگر از منابع آهن و فولیک اسید هست. برای اینکه فولیک اسید درست در بدن ما کار بکنه، حتما باید ویتامین B12 هم در بدنمون باشه. این ویتامین فقط در غذاهای جانوری وجود داره. البته یه مقداری هم در روده بزرگ تولید میشه. برای تنظیم تعداد گلبول‌های قرمز در بدنمون یه هورمونی به اسم اریتروپویتین ترشح میشه. این هورمون وقتی ایجاد میشه که سطح اکسیژن خون ما پایین بیاد. این هورمون به وسیله بعضی از سلولای کلیه و کبد به درون خون ترشح میشه و روی مغز استخوان تأثیر میکنه تا باعث بشه که سرعت تولید گلبول‌های قرمز زیاد بشه. این هورمون به طور طبیعی خیلی کم ترشح میشه تا کاهش معمولی گلبول‌های قرمز رو جبران کنه. اما زمان کاهش مقدار اکسیژن خون این هورمون به طور معنیداری افزایش پیدا میکنه. این حالت در کمخونی، بیماری‌های تنفسی، قلبی، ورزش‌های طولانی و یا قرار گرفتن در ارتفاعات ممکنه اتفاق بیفته. لطفاً به این سوالا جواب بدید. به نظر شما چرا در انسان و خیلی از پستانداران گلبول‌های قرمز هسته و بیشتر اندامک‌های خودشون رو از دست میدن؟ چرا قشای گلبول‌های قرمز در دو طرف حالت فرو رفته داره؟ محصور بودن هموگلوبین در قشای گلبول‌های قرمز چه اهمیتی داره؟ جلسه آینده در مورد بقیه سلولای خونی با هم صحبت میکنیم. فعلا خدا نگهدار.